با درود به همه بیننده عزیزم، آدریان هستم، باشپزی با من خوش اومدین. امروز میخواییم با هم شیرینی پای سیب درست کنیم و بهتون میگم درست کردن این شیرینی خوشمزه توی منزل کار سختی نیست. برای درست کردنش با من همراه باشین با این ویدیو. برای حمایت کردن از کانالم سابسکرایبش کنید و برای دیدن ویدیوی بیشتر روی شکل زنگوله کلیک کنید. در ابتدای کار کره که به دمای محیط رسیده رو داخل یک کاسه بزرگ می‌ریزیم و پودر شکری که داریم رو اضافه می‌کنیم. کره و پودر شکر رو به کمک یک قاشق ابتدا مخلوط می‌کنیم و بعد به کمک همزن برقی باید این دو رو مخلوط کنیم تا کرمی رنگ شه. این کارو انجام میدیم و ادامه کار رو با هم دنبال می‌کنیم. بعد از اینکه کره و پودر شکر به همین صورت کرمی رنگ شد، 5 تا دونه تخم مرغ داریم، اونها رو یه دونه یه دونه اضافه می‌کنیم، به هم زدن اون ادامه میدیم و ادامه رو با هم می‌بینیم. بعد از این مرحله نشاسته ذرت داریم که اون رو توی این مرحله اضافه می‌کنیم. همینطور دو پیمانه آرد گندم داریم به همراه یک قاشق غذاخوری بیکینگ پودر که بهتر اینها رو یک بار علک کنید و بعد اضافه کل مواد کنید. از این مرحله به بعد هم ما بقیه کار رو با همزن دستی ادامه میدیم. مواد بعد از مخلوط کردن باید به این صورت کشدار و یک دست باشه. حالا داخل قالب‌های پای سیبتون کاغذ مخصوص کیک پای سیب قرار میدیم. اگر هم در منزل نداشتین میتونید قالب رو چرب کنید و نیازی به خریداریش نیست. از موادی که داریم دو قاشق غذاخوری داخل قالب میریزیم. به مقداری سیب حلقه شده نیاز دارین که باید وسط سیب رو خارج کنید. تو این مرحله یه حلقه سیب روی موادمون قرار میدیم. کمی دارچین می‌ریزیم روی سیب و دوباره از مواد روی سطح سیب پر می‌کنیم. به همین صورت قالبایی که دارین رو باید پر کنید. تو این مرحله می‌تونید جایگزین سیب از آناناس هم استفاده کنید و به راحتی پای آناناس هم توی منزل درست کنید. فر رو با دمای 180 درجه سانتیگراد روشن می‌کنیم تا گرم شه. بعد از اینکه تمام قالب‌ها رو پر کردین داخل سینی فر قرار می‌دیم. و شیرینی های پای سیبمون باید به مدت 35 تا 40 دقیقه داخل فر بمونه. بعد از آماده شدن کیک پای سیب خوشمزمون پایان کار رو با هم میبینیم. بیننده های عزیز، کیک پای سیب ما آماده شد. مثل همیشه تقدیم شما. زمانی که خواستین تست کنید که داخل کیک پخته شده یا نه، بعد از زمان 35 تا 40 دقیقه یه خلال چوبی وارد کیکتون کنید. اگر مواد به خلال چوبی نچسبید، کیکتون آماده است و از فر خارجش میکنید. یکی از کیک ها رو با چاقو میبریم و داخل کیک رو میبینیم. این آموزشی که امروز بهتون گفتم یکی از بهترین دستورالعملاییه که میتونید کیک پای سیب یا پای آناناس رو توی منزل درست کنید. بافتی بسیار نرم داره و بسیار خوشمزه و خوش عطره. توصیه میکنم حتما درستش کنید و نظراتتون رو برای من کامنت کنید. مرسی که تا به اینجای برنامه با من بودین. هر جا که هستید شاد و پیروز باشین. تا یه برنامه آشپزی دیگه، بدرود.